بانی بهداشت از افزایش بیماری شدید تنفسی در افغانستان در ماهای پسین در کشور هشدار داده است. این سازمان در گزارش گفته است که نزدیک به 84,000 مورد بیماری تنفسی در ماه نخست سال روان میلادی در افغانستان به ثبت رسیده است که بیشترین بیماران مبتلا به این ویروس را کودکان و زنان تشکیل داده است. همزمان شماری از پزشکان میگویند برای رسیدگی به چالش های صحی نیاز است تا سازمان جهانی بهداشت و کمک های خود در افغانستان ادامه دهد. شیوع بیماری تنفسی در افغانستان نگرانی سازمان صحی جهان را برانگیخته است. سازمان جهانی بهداشت از گسترش بیماری شدید تنفسی در افغانستان به ویژه در ماه جنوری سال روان میلادی هشدار داده میگوید نزدیک به 84,000 مورد بیماری تنفسی در افغانستان به ثبت رسیده است. بر بنیاد گزارش سازمان جهانی بهداشت 62.9% این بیماران را کودکان زیر سن 5 سال و 49.3% دیگر قربانیان این بیماری را زنان تشکیل می‌دهد. از شروع وسط ماه جنوری 2024 میلادی تا به حال نزدیک 84,000 مورد بیماری تنفسی در افغانستان به ثبت رسیده است. گزارش ها نشان می دهد که 62.9% از این بیماران را کودکان زیر 5 سال و 49.3% آنان را زنان و دختران تشکیل می دهند. شماری از پزشکان میگویند برای رسیدگی به این چالش ها نیاز است تا سازمان جهانی بهداشت در بخش صحی افغانستان خدمات بهداشتی عرضه کند. کمک های بهداشتی سازمان جهانی بهداشت می تواند وضعیت صحی کشور را بهبود بخشد، از جمله مریضان که مبتلا به امراض تنفسی باشند. این در حالی است که صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از کمک 5 میلیون یورویی برای افغانستان نیز خبر داده و گفته این کمک ها برای رسیدگی به چالش های صحی کودکان از سوی این سازمان در نظر گرفته شده است.